اینا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه، ولی من نیستم که این کار نشه اگر که بنا باشه. بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت، این قوم نکردند به ناموس برادر. چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به گوری. با سوز ساز تو من شهرهای روشن دل را، امروز چون حاجیان گم شده در بادیه، با بند بند جانم دیدم. من تشنه رها شده در تبعید، تو چشمه‌ای شدی در ریگزار این هیچستان. اینجا که شعر و زمزمه‌ای در شام دل گرفته ما نیست، اینجا که سازشان پرواز نیست، آوازشان سرشار لحظه های پر از رمز و راز نیست. در دستهای تو مفتاح کوچه های جوانی است، وقتی که می نشیند انگشت های تو بر جویبار صبح ستار، وقتی که در نفس هایت نی جان می گیرد، نی اعتبار انسان می گیرد. با زخمه های سازد مادر دوباره پیش من است، در ساعت ملایم یک عصر، وقتی که باز می آیم از درس و مشق و مدرسه و عطر یاس از پشت پنجره پرواز می کند، در خانقاه دل با ساز تو من در سماع عشق تحلیل می روم. بابک بزن که گریه به در می زند. علیرضا نوری‌زاده، پنجشنبه 15 ماه ژوئن، 24 خرداد ماه، به شما سلام. امروز پومن زودتر تاریخ ها رو داد، در حال پوزش میخوام دیگه. این روزها تصویر مطلوب نیست، سرعت اینترنت خوب نیست، ولی در خدمتتونم. امروز خوب دیگه، شما شادین. مهمان همیشه عزیز هفته دکتر محسن سازگار و بسیار ازش سپاسگزارم و درود میفرستم بهش. عرض سلام و ارادت دارم خدمت همه بینندگان عزیز. بله، همجوران که میبینن شما در سفر هستین و کیفیت ممکنه اون مطلوبیت استودیو رو نداشته باشه. به هر صورت بچه های فنی بنده رو های دکتر آموزش دادن که اگر یه وقت اشکالی پیدا بشه سویش کنن رو بنده تا اشکال اینترنت شما رفع بشه. به هر صورت در خدمت شما و بینندگان هست دکتر. ولی هفته گذشته اشکالش این بود که هر دوتامون در سفر بودیم. راستش دل تو دل من نبود هفته گذشته. آره، من داشتم خودتو نگاه میکردم، بعد یه دفعه میدم ای داد دکتر سازگارم تصویره. ولی خب دیگه، ولی جالبه، من مردمی که علاقه دارن و دنبال میکنن برای من انقدر با ارزشه. همه اینا اگر اشکالات فنی باشه، در اصل ماجرا که اون مهر و اون نوعی حرمت نهادن به سن و سال بنده، حالا شما از من جوان‌ترید، و کار ما و همینطور
تحلیل های شما و خود این برای من بسیار با ارزش. یعنی من گاهی اوقات میبینم خب لطفی که مردم میکنن، روزایی که با شما هستم چقدر محبت دارن، اینا برای من ارزشش از هر چیزی بالاتره. عمری رو آدم گذاشته دکتر و یه عمر دیگه، واقعا عمر برای من که از نیم قرن بیشتر و همچنان بگم آن نفس ها آتشین است. یعنی واقعا این حالت رو در خودم احساس میکنم تا روزی که سید علی خامنه ای و نظامش به گور نرند، آرزو میکنم نفس بکشم و زنده باشم و ملت عزیز ما از این کابوسی که گرفتارشن نجات پیدا کنه. من حالا حرفم رو در واقع با همین کابوس شروع. ببین آقای دکتر، این آقای پزشکیان ریختن دنبالش، آقایون اصلاح طلبان ورشکسته و همینجوری دارن قصه میبافن که بله آقای پزشکیان، مردم برین رأی بدین و به پزشکیان بدید. و آقای پزشکیانی که میاد توی تلویزیون رسما میگوید من هیچ جدید ندارم، نوکر سید علی آقام و کارهای قبلی رو هم ادامه خواهم داد. خب ما واقعا از خودمون سوال میکنیم آیا مردم باید به اون قهری که با صندوق انتخابات دارن به خاطر وجود آقای پزشکیان پایان بدن، دوباره آشتی کنن که دوباره سید علی آقا بره پوز بده که زن زندگی آزادی تموم شد، غلبه کردیم و الان نگاه کنی که مردم و در رای دادن. نظر شما رو میخوام و توصیه شما رو. خواهش میکنم. من اجازه بدید ابتدا اطلاعاتی رو که تا الان تونستم به دست بیارم فهرستوار عرض کنم تا بعد نظرم عرض کنم، چون به هر حال هر تحلیل و هر نظر شرط اولش داشتن اطلاعاته. نکته اول این که الان دیگه من به زرس قاطع عرض کنم، قاطع که میگم واقعا بالای 95% رئیسی رو کشتن و کشتنش هم سه تا دلیل داشته. یکی این که اون باری رو که باید به خامنه‌ای، به مجتبا به خصوص دولتش میداده دست میکردن تو کیسه های مختلف نداده، یعنی خودش میگفته بله، دوربریاش نمیذاشتن. دوم این که دماغ رهبری پخته بود، باورش شده بود یه دورش که اونایی که از خامنه‌ای و مجتبا ناراضیان دورش گرفته بودن که بیا و ایشون رهبر میشه و غیره. و بدتر این که خودش هم تو بعضی جلسات مثبت برخورد کرده بود و گفته بود آره مثلا خوبه، حتی رفته بود به وحید حقانیان پرسیده بود که اگه زمینه رهبری من هست مثلا چیکار بکنم، از آقا بپرس غیره. و خب این چیزی نیست که مجتبی و پدرش تحمل کنن، سر هاشمی رو زیر آب کردن چه برسه دیگه رئیسی رو. و سومی که الان برملاترم شده این است که روسا هم بعد از 2022 که رئیسی رفت اونجا و این قرارداد همکاری به اصطلاح 25 ساله رو امضا کرد، 20 ساله رو، و برنامه راهبردی جامعه، نمیدونم همکاری های مشترک، یه مقداری زیادی روش مانور داشتن میدادن و صحبت رهبر شدنش رو اونها هم با عواملشون پشتیبانی میکردن. من به نظرم این سومی باعث شد که زودتر سرش رو زیر آب بکنن. و الان میبینیم که خیلی بی خجالت روسیه این برنامه جامعه همکاری رو به حالت تعلیق در آورد و سفیر جمهوری اسلامی اول تکذیب کرد، بلافاصله آقای لاوروف در واقع توی دهنش زد، محکم اومد گفت نه خیر، فعلا متوقفه تا ببینیم شرایط در ایران چجوری میشه. خیلی روشن، یعنی مثل ارباب دستشون زدن کمرشون و حرفشون این است که اونی که ما میگیم خلاصه باید رئیس جمهور بشه، اگه غیر این باشه با اخم ما مواجهیم. درست مثل استعمارگرای قرن 19 روسا با خامنه‌ای و نظامش برخورد میکنه. این نکته اول. نکته دومی که شخص آقای خامنه‌ای به هر حال
شورای نگهبان هیچی کار است. او نشست این کاندیداها رو زیر کرد، بالا کرد، با یه دشون حرف زد، با هر کم حرف میزد. یکی از شرطاش این بود که سرصدا خلاصه اگه تاییدت بکنیم سرصدا در نمیاری، تو مناظره ها افشاگری و به این پریدن و به اون پریدن و اینا نداریم، خلاصه به قول خودش بد اخلاقی های مبارزه انتخاباتی نباشه. از بین اینا 6 تا من شوشتم تیم دست دوم، 6 تا آدم واقعا دست دوم رو انتخاب کرد و گذاشته تو ویترین که بفرمایید مردم بیایم بریم به یکی از اینا رای بدیم. نکته سوم این که اصلاح طلبا به نظر من ناشیگری کردن، اومدن اون ژستی که خاتمی گرفته بود که من اگر کاندیدای اصلاح طلبا نباشه من رای نمیدم، ژست خوبی بود. شمشیر دموکلنس و بالا سر خامنه‌ای میتونست نگه داره، اما ناشیگری کردن، اومدن خودشون انتخابات کردن، رأی گرفتن، 3 نفر رو گفتن هر کی این 3 تا باشه خلاصه کاندیدای ماست. خامنه ای هم بلافاصله اون بوت مرده ترین و بی خاصیت ترینشون رو دست گذاشت و گفت خیلی خوب این. و کسی که 10 دقیقه حرف میزنه 5 تا مقام معظم رهبری از دهنش میریزه و سابقه اش هم نه مدیر نه در وزارت بهداشت که بوده کارکرد خوبی داشته، عوض همه چی هم آیه قرآن و نهج البلاغه میفروشه تو صحبتاش و یه سوم حرفاشو به عربی حرف میزنه و خیلی هم دست به دامن رهبریس و بلا قربانگوه اونجا. همین الانم اون خبری که من دارم آقای دکتر توی ستادی هم که درست کرده آقای عبدالعلیزاده رو گذاشته رئیس ستاد انتخابات دعوا شده، رفته به قول آقای عبدهی یه باش آدم های سال 76 و 88 رو آورده و بدون اینکه در نظر بگیره جامعه تغییر کرده، یه انقلاب زن زندگی آزادی این وسط گذشته، 2 نیروی بزرگ اجتماعی جوانان و زنان در جامعه ما حرکت کردن، نیروهای تاریخی تغییر اینا در جامعه ما، و همون حرفای کهنه رو بزنه و چون از موسوی میخواستن خرج کنن یک عده مخالفت کردن، از آقای مهندس موسوی گفتن خرجی نکن و کشمکش شده، خلاصه آقای پزشکیان نمیتونه ستادشو جمع کنه. این ماجرا به نظرم باعث خواهد شد که حالا دنبال اینن که یک مثلث ظریف خاتمی تاجزاده بلکه درست کنن، اینا بیان تایید کنن پزشکیانو و شاید در این پروسه گدای قدرت دل خامنه ای به رحم بیاد و مثلا اینا بلکه بتونن یه بار دیگه برن به کرسی رئیس دولتی برسن، به آلاف و علوفی برسن. البته نکته چهارمی که میخوام بگم این است که وزارت اطلاعات تقریبا 2 هفته بعد از مرگ رئیسی یک برآوردی کرده بود، سنجشی کرده بود از جامعه و تحلیلش این بود که، یعنی نتیجه سنجشی که کرده بود این بود که در بهترین حالت 8 میلیون آدم میرن رای میدن، یعنی میشه از 60 میلیون جمعیت رای دهنده یه چیزی حدود فکر کنم 9% در درصد و همین کارو اطلاعات سپاه هم کرده، نتیجه گرفته در بهترین حالت 16% میرن رای میدن، مثلا 11 میلیون آدم میرن رای میدن. البته برای خامنه ای همین هم کافیه. خبر دیگه ای که من دارم این است که به این نتیجه رسیدن که تهران و اینا دریابن از قزوین و کرج و اطراف تهران تا دماوند و حتی از استانهای دیگه آدم بردارن بیارن تهران و یه تعداد حوزه رو شلوغ کنن، فیلم بگیرن، ویدیو بگیرن، بگن انتخابات پرشوره، شهرهای دیگر رو رها کنن و یه عددی بسازن. حالا چه عددی نمیدونم، ولی ممکن است که با پررویی تموم برن بالای 50% و بگن 50 و مثلا 8% رای دادن
یا رو همون 48% انتخابات گذشته مثلا بیستن یا هرچی. ولی از صندوق نکته دیگه این که هر کی رو به خانه دکتر در میاره شک نباید کرد، به خصوص که حالا این دفعه خیلی دیگه زحمت مهندسی انتخابات و عدد درست کردن و ظاهر آرایی هم ندارن، برای اینکه با شماره کارت ملی باید رای داد دیگه، شناسنامه مهر نمیخوره. بنابراین شماره کارت ملی همه مردم هم بنده و شما مگر کارت ملی شماره داشته باشیم دست خود حکومت و بخوان با شماره کارت ملی ها هر که بخوان بریزن رای توی کامپیوتر و به این ترتیب میتونن هر عددی را مثلا بسازن. حتی اکثر این نیست که یک کسی از اینا که چه میدونم 8 میلیون ایرانی 6 میلیون ایرانی در خارج از ایرانن میشه با شماره کارت ملیشون رای ریخت به صندوق. حالا هر کی هم به فرض رفت رای داد گفتن شما قبلا رای دادین توی حوزه، مهم نیست، مثل تو انتخابات مجلس هم این اتفاق افتاد، کی میفهمه کی به اصطلاح خبرش اصلا پخش میشه یا چه چیزی خواهد شد. این است که عددسازی و اینها هم خیلی خیلی رایجه. حالا میمونه نکته آخری که میخوام بگم این است که بالاخره حالا این باقی بخش انتخابات که آقای خامنه‌ای درست کرده و به نظر هم میرسه که در واقع میخواد که هیچ موجی نه تو این مرداب حکومت و حکومتگراش بیفته و نه هیچ موجی در جامعه ایجاد بشه، حوصله هیچ کدومشو نداره، نگرانی نیست که هر کدومش ممکنه زد و خورده و بحرانهایی بشه که کنترلش از دستش بیرون بره. توی یک همچین مسیری کیو از صندوق ممکنه در بیاره؟ تا اینجایی که من فهمیدم بیتش اوسه قالیباف سینه میزنن، یه دست به یکی هن منافع دارن، چون قالیباف آلکاپونیه دوزیه و اونا و یه همدستی هم تو قوه قضاییه داره، یک دم تو بسیج به خصوص برای زاکانی دارن سینه میزنن و زاکانی رو میخوان جلو بندازن، چون رئیس بسیج دانشجویی بود و اصلا از اون چماخکشای بسیج بود، برآمدن اینا این تیپ پایداری ها همشون از توی بسیج و به اصطلاح کتک بزن ها و چماق به دست هایی بودن، به شمول خود احمدی نژاد که دوره اصلاحات اصلاح طلب ها و دانشجوها و زنان رو میریختن کتک میزدن و تو خیابون ها زد و خورد درست میکردن، پیرنسی های حزب نازی هن اینا یا سازمان جوانان حزب کمونیست. در صورت این اطلاعاتی من تا الان دارم. اجازه بده من یه سوال دارم دکتر. من شنیدم، حالا لابد شما هم با منابع میتونی بپرسی، ظاهرا در اون روز قبل از اعلام اسما آقای بذرپاش خیلی موقعیت خوبی داشته، به گونه که حتی به کسانی میگفته که معرکه نهایی بین من و جلیلی خواهد، میگویند، من مطمئن نیستم، از دفتر از بیت اطلاع دادن که ایشون نباشند و آقای زاکانی به شکل خیلی آبرومند باشند. خب خودشون میدونن وضع زاکانی چیه، ولی شما آیا فکر نمی کنید خامنه‌ای دوباره میخواد بازی احمدی نژاد رو جور دیگه تکرار کنه، یک نوکر از شهرداری برداره بیاره با اون سوابق آلوده دزدی ها، و احمدی نژاد وقتی اومد هیچ سابقه آلوده‌ای به اون معنا نداشت جز یه رژیم بود، برای رژیم کار میکرد، تو شهرداری هم نوکر چمران. قرارم اینه آیا شما هیچ روی این تعامل کردی یا پرسیدی که اومدن علیرضا زاکانی آیا همطوری بوده یا طرح و نقشه‌ای برای اون داره؟ ببینید آقای دکتر، به نظرم ما دیدمون از رژیم جمهوری اسلامی رو باید یه مقداری عوض کنیم. من اینو اینجا در واشنگتن هم این روزا
جلسات مختلفی دعوت میشم، ازم میپرسن میگم. تصور این که این نظام یه دیکتاتوریه که مثلا یه دیکتاتوری اون بالا نشسته از سیبیلاش هم خون میچکه میگه و میشه، یا حتی یک حکومت توتالیتریه که یک دستگاه مرکزی توتالیتاریزم رو تحمیل میکنه، این تصور، یا یه حکومت دینی که از مدت هاست اون مرتفع شده، این تصورات اصلا بذاریم کنار از نظام جمهوری اسلامی. نظام جمهوری اسلامی در حال حاضر یک کلپتوکراسیه، یک دوست سالاریه که در کل کشور دست کم به گفته وزارت اطلاعات 140 تا باند مافیایی قدرت و قارت، به قول یکی از دوستان ما که منو تصحیح کرد، من میگفتم ثروت و قدرت، گفت به جای ثروت باید بگه قارت، یک عده باند مافیایی قدرت و قارت هر کی یه گوشش رو میکشه و یک چیز حسین قلی خانی درست کرده این خامنه ای که خودش هم توش از زیر عباش، یعنی از تو همون بیت چندستگی و این باندا و اینا کار میکنن تا دوربر مشتبه، تا تو سپاه، تا توی بسیج، تا مجلس، تا قوه قضاییه، هر گوشه ای این سرطان فساد رفته یه باندی، تا یه سرهنگ سپاه که مثلا توی یه شهر برد سپاه و به تخت نشسته و شهر دستشه. یک همچین بساطی تو کشور، یک همچین ساختاری، خامنه ای اینطور نیست که هرچی اراده کنه بتونه صبح انجام بده، دلش خوشه. ببینید یکی از بهترین مثالاش این است که اگه به خودش بود امکان نداشت بیاد بشینه جلوی دوربین تلویزیون بگه من ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی رو به اصطلاح تحریم میکنم و ممنوع میکنم، برای که همچین مسئولیتی رو نمیپذیره، هیچ کار دیگه مسئولیت رو نمیپذیره. اینی که با جون، شاید همین یه حرفش باعث کشته شدن شاید بیش از 300,000 هموطن ما شد، تأخیر در ورود واکسن، اونم واکسن‌های قلابی روسی و چینی. کی وادارش میکنه بیاد گوششو میگیره بشونش؟ همین شبکه فسادی که از توی ستاد اجرایی و اون بنیاد برکت هست تا همه جا. ببینید، بنابراین حالا برمیگردم به صحنه. آقای خامنه‌ای اگر اراده کنه زاکانی رئیس جمهورشه میتونه، معلوم نیست. اراده کنه قالیباف رئیس جمهورشه میتونه، معلوم نیست. چرا؟ برای اینکه مثلا زاکانی اون موقع که احمدی نژادم توی در واقع شهرداری بود، این بساط اینا کسایی بودن که تو اون مسجد سجاد تو خیابون جمهوری و ابوریحان اونجا جمع میشدن، سینه میزدن. احمد نژاد گاهی اونجا نوحه میخوند برای این چماق به دستا، میریختن دانشگاه تهران و کتک میزدن و عربده میکشیدن. اینا بعد از شکست جنبش اصلاحات اومدن سهمشون از قدرت گرفت. هیتلر اقلا عقل داشت که بعد رئیس همون چماق به دستا رو گرفت کش و گفت حرف حرف من، قلقمشون کرد. اما خامنه ای اینا رو دستشون باز کرد. احمدی نژاد از اون گروه اومد، از شهرداری هم احمدی نژاد همچین کارنامه پاکی نداره. او یه قلم فکر میکنم اون موقع اگر اشتباه نکنم 12,000 میلیارد تومان یا 20,000 میلیارد تومان پروژه شهرداری داد به سپاه و اونا پشتیبانیش میکردن. این مشتبه هم منتفع بود و اونم احمد نژاد رو هل دادن. منطقه دور دومش لگد زد، بازی در آورد، باورش شد که یه کاری میتونه بکنه، یه دوم در آورد، به اصطلاح دومش چیدن و اونای دیگه هم ریختن سرش. ببینید الان زاکانی داره دسته ای داره، مثل بقیه آلکاپونا فساد داره. سردار میلیاردی صادق محصولی که دبیر کل جبهه پایداریه، یا آلکاپونیه که پشت این جبهه پایداری پولش رو در میاره. قالیباف خودش یا آلکاپون دیگه است، یه دار و دسته داره، بساط داره، امکانات داره. اینا هر کدومشون یه عقبه‌ای دارن و این عقبه ها به خامنه ای هم فشار میارن.
به او هم فشار میره. ضمن این که من یاد یه چیزی یکی از دوستانمون در ایران منو یاد این انداخت، ضمن این که خود خامنه ای آدم بیمار مریض و به شدت خودبینیه، اینو یاد من انداخت که وقتی احمدی نژاد داشت می آورده بشه رئیس جمهور، واعظ طبسی هنوز زنده بود، دارم به خامنه ای میگه این کیه که تو آخه میخوای رئیس جمهورش کنی، این آدم بی سر و پای هیچی در واقع. و خامنه ای گفته بود این مردم باید تنبیه بشن. چرا؟ برای اینکه در جنبش اصلاحات علارغم میلش مردم رأی دادن و در واقع خامنه ای رو تحقیرش کردن. به همین دلیل هنوز این همه هم خاتمی جلوش دلاراز شده، با خاتمی خوب نمیشه، برای که به دست خاتمی در واقع تحقیر شد و این آدم از مردم انتقام گرفت. الان هم اگر واقعا این آدم بیمار و روانی بعد از انقلاب زن زندگی آزادی که میلیون ها نفر مرگ بر خامنه ای گفتن، بخواد از این ملت انتقام بگیره، من اصلا تعجب نمی کنم با توجه به پیشینه مریض و بیمار این آدم. بنابراین میخوام بگم که آنچه که در جمهوری اسلامی اتفاق میفته و میتونه اتفاق بیفته، هر اتفاقی چه سیاست خارجی باشه چه داخلی، چه بحثای اقتصادی باشه چه بحثای سیاسی، حاصل زد و خورد این مافیاها و معدل القوایی است که تو این تناکشی ها و کشمکش ها در میاد. به این دلیل واقعا من تا الان سخت برام بگم بالاخره تو کیسه خامنه ای زاکانی رو میکشه بیرون یا قالیباف رو میکشه، جلیلی رو میکشه بیرون، یا الان اصلاح طلبات دل خوش کردن بلکه پزشکیان رو بکشه بیرون، حالا اصلا آقای دکتر نوری‌زاده هر کدوم از اینا رو بکشن بیرون، هیچ فرقی نمیکنه واقعا. یعنی ما دکتر عزیزم یه نکته رو من خدمت بگم بعد یه درنگ کوتاهی بکنیم. چیز وقتی من نگاه میکردم اینا رو، حرفاشون رو با هم میسنجیدم، واقعا پیش خودم احساس میکردم تمام اینا تک تک و حتی اون پور محمدی جنایتکار آدم کش، اینا همه فکر میکنم مورد مرحمت آقان، حتی بدبخت لاری جانی هم همین، یعنی خامنه‌ای بازی کرده با همه اینا، یه اشارتی به حسن زده، یکی به حسین، آقای لاری جانی شما تشریف ببرید این دفعه دیگه انشاءالله، یعنی یکی از این مسائل که، و اینکه قالیباف هم بدو بدو خودشو رسون و از ریاست قوه مقننه گذشت، چون یه چیز تثبیت شده بود، این یه چیز مفروضه، یعنی خامنه ای دکتر با آدم های خودش هم داره بازی میکنه. اجازه بدید یک درنگ کوتاه بگم، بمربتون به مجلس بانوی آواز پریسا، نازنینی که رژیم جلوش رو گرفت و اون صدای درخشان توی شیراز تو جشن هنر چه میکرد، بریم گوش بدیم و این زیبا بس که فکر کنم علیزادم ساخته این آهنگ، بریم با هم گوش بدیم. با درود به پریسا بانو، علیزاده، حمید متوسم و همه اونایی که اونجا بودن. دکتر سازگارا، در تمام جهان اسلام غیر از طالبستان و خامنه‌استان هیچ جا صدای زن ممنوع نیست. شما نگاه کنید تو این کشورهای عربی اصلا صدای زن، این وقتی آدم گوش میده دونه دونه شونو، خیلی دردناکه. پریسا چرا باید، چرا 5 سال؟ اگر هم یه دخون برای بانوان به خونه یه بار اومد خارج، شما صدا رو میبینی، شعر حافظ رو چه تحریری چه میکنه باهاش. واقعا افسوس، واقعا حیف که نسل من و شما و پیش و بعد من و شما سوختند. و چه بگم دکتر عزیزم، این در واقع این جور سوال رو با تو شروع کنم، این کاری که آقای خاتمی کرد و این دور این آقای پزشکیان ریختن خیلی من رو ناراحت کرد، خیلی من عصبانی کرد، چون ممکنه بازی در رو فریب بده. آقای دکتر
دلم میخواد روی این مسئله بیشتر تاکید کنید که این خیانت، این کار خباسته. بچه های اصلاح طلب واقعی مثل آقای تاجزاده، مثل آقای قدیانی، اینا که واقعا احساس و روحی بر این کار داشتن سکوت کردن و من مطمئنم اونا هم اطلاعی خواهند داد و تایید نخواهند کرد پزشکیان. البته من مطمئن نیستم چون دوستا خیلی دارن با بخش‌های مختلف، اونایی که فکر میکنن راه پاستور ممکنه براشون باز بشه دارن تماس میگیرن، هی تاکید میکنن مبادا تحریم کنین، مبادا کاری بکنین، آقا اصلا عنایتش پزشکیانه و ممکنه بگیریم ما نمیدونم رئیس جمهوری رو. منتها ببینید دو تا نکته است. یکی این که واقعا رئیس جمهور کاری نیست. خود خاتمی با 20 میلیون رای و اون فضای انقلاب آرام اسمش رو گذاشتن، جنبش اصلاحات، مقطعی که شاید 50% مردم هنوز پشتیبان حکومت بودن، اصلاحات معنی داشت و تصور این که میشه اصلاح کردیم نظامو، جامعه موج برداشت، مردم اومدن پشتیبانی کردن. اما 8 سال خاتمی آخرش خودش گفت رئیس جمهوری تدارکات چیه؟ تازه اون موقع این بساط دوزاب و آدم کشا و قدر بندا و خود خامنه‌ای اینجور سوار کار نبودن، اینطور همه چی رو قبضه نکرده بود. 88 وقتی موسوی اومد، در واقع کماکان اون انتخابات مهندس موسوی به درستی هم گفت برای اولین بار من به این دلیل اومدم که قدرت دیگه به نظر نمیرسه که صلح‌آمیز جابجا بشه و احساس خطر میکنم، به خصوص فسادی که احمدی نژاد درست کرده بود و زیپ کشور رو کشیده بود در واقع و دینامیت گذاشت زیر ساختار کشور، داشت همه چیز، این سیل فساد جاری شد بعد از اون. این موسوی رو چرا مردم رو کشتن در جنبش سبز؟ بیش از 200 خورده‌ای کشتن، جنازه ها رو تو سرطانه و زدبازرگانه قایم میکردن. برای اینکه این کاروان فسادی که را افتاده بود دیگه زوری داشت و نگذاشتن. اون موجی هم که اون بار در جامعه ایجاد شد در واقع سوار، به قول خدای موسوی، سوار ویهیکل و وسیله جامعه مدنی که از جنبش اصلاحات به وجود اومده بود شد، رفت به اقصانقات جامعه و دیسنترالایز به غیر متمرکز، تونست در سطح کشور عمل کنه، باز هم یک موج درست کنه. اما خب این دوزا نداشتن. موسوی تنها یعنی بزرگترین گناهش از دید خامنه‌ای و این دار دسته دوزا که آدم سالم، آدم شریف، نمیتونستن این بساطی رو که پنگ کردن یک کسی بیاد رئیس دولت بشه که شرافت و امانتش رو کسی شک نداشت و نداری. در نتیجه الان 14 سالم هست توی حسره خودش و بانوی گرامش. اما 92 هم که روحانی اومد در واقع کماکان سوار جنبش سبز شد. وعده‌ای که داد این بود که منو اگر به هم رأی بدین من میام موسوی رو از حسر در میارم، اون چیزی که نشده من شدنیش میکنم. 8 سال بود، خب نکرد، نتونست. حالا ضمن اینکه دوروری های خودش هم دوست شد، روحانی اقلا بلدم بود خوب حرف بزنه و نیشه قولی های خوبی هم میزد بینون، ولی دیدیم که حد اکثر کاری که تونست بکنه این نیست که بره بشینه سر میز مذاکره، 2-3 سال هم طول بکشه یه برجام تصویب کنه و امضا کنه، که باز هم بعدش دیدیم که اتفاقی نیفتاد تو کشور و این باندها به مسیری که رفته بودن ادامه دادن و خامنه‌ای که همه شؤون کشور به بیت رهبری داره ختم میشه، 1 سانتی‌متر هم عقب نرفت، بلکه 10 تا جای دیگر هم گرفت. بنابراین اون وقت از دوره روحانی شما ببینید ما یک دی 96 داشتیم، یه آبان 98 داشتیم،
یک انقلاب ژینا یا مهسا داشتیم و در واقع یک خط خون با حکومت کشیده شده. من اینا عرض میکنم برای اون اصلاح طلبایی که فکر میکنن موج در جامعه دوباره مثل 76 ایجاد میشه و انقدر این موج قویه که این دوزا میشینن عقب، راهو باز میکنن، دولت رو بدن دست اینا. خیلی بعید میدونم. البته جامعه ایران جامعه ایست که قابل پیشبینی هم نیست، مردم خسته و ناامیدی الان داریم، ولی تجربه سه تا رئیس دولتی که اومده رفته، یعنی خاتمی با 20 میلیون رای و 70 و چند درصد مردم بهش رای دادن، پشتیبانش ایستادن، 8 سال مجلس رو دادن دستش، شوراها رو دادن دستش، هر چی خواست مردم کردن، کاری نتونست از پیش ببر. خودش آخرش گفت تدارکات چی بود؟ موسوی اومد این دیوار رو بشکنه، کشتن، سرکوب کردن، نذاشتن بشینه پشت میز رئیس دولتی با همه پشتیبانی که ملت کردن. و روحانی هم که وعده شکوندن این دیوار رو داشت، به همین دلیل یک بار دیگه هم مردم بهش اقبال کردن، رفت، اما عملا کاری نتونست بکنه و نکرد، بدن در بدتر شد. حالا الان به نظرم اینی که تصور کنن موج اجتماعی درست میشه خیلی بعید. این اصلاح طلبای ما مثل آدم خواب زده میمونن که یه دفعه در واقعیت یه دوی خردادی اتفاق افتاده، 20 میلیون رای رو هدر دادن رفته، حالا هی میشینن خواب میخوابن، خودشون میزنن به خواب، رویای اون حادثه رو میبینن بدون که در نظر داشته باشن جامعه عوض شده، چه اتفاقاتی افتاده، چه پایین و بالاهای شده و حکومت هم عوض شده، حکومت هم تغییر ماهیت داده، اصلا یک چیز دیگه شده، یه کنترل. بنابراین خیلی بعید میدونم. من آقای دکتر ببخشید یک نکته دیگر هم عرض کنم در تایید در ساپورت چیزی که گفتم، این معمای وحید حقانیان. ببینید وحید حقانیان، من باز هم تحقیق کردم، کماکان آدم مؤثر بیت، یکی از همون سه چهار تا آدم اصلی نظام در واقع، و مجتبی او رو میخواست بیاره به تخت بشونه، در ببره باهاش در واقع با چاقوی وحید حقانیان، چون زورش به همه میرسید، یه ده از این آلکاپونا رو سر ببره و احتمالاً قدرت رو قبضه کنه. پدرش نگذاشت. اینطور نبود که پدرش قبلش نمیدونسته، این فشار این باندای درون بیت و اینا بود. میخوام از درماندگی و بی‌لیاقتی خامنه ای عرض کنم. حقانیان رو گذاشت کنار، روز آخر با وجودی که با قالیباف شرط و بیعت کرده بودن که میکنیم رئیس مجلس، چون همینجوری بود رأی نمی آورد دیگه، واسه رئیس جمهوری نباید بیای، اونم گفته بود به پایداری ها و همه باشه، روز آخر سود زدن همون باندای فاسد از توبه که بدو بدو بیا تو قرار رئیس جمهور شید، خیلی خوشحال و خندونم برای بار چهارم بلند شده اومده. این کیفیت میخوام بگم خود خامنه ای عملا خیلی کارا که بخواد بکنه نمیذارن بکنه. و عرض کردم به نظر من همونجور که ناصرالدین شاه از سفر سوم فرنگ که برگشت به وزیر گفت ببین من به این نتیجه رسیدم، ما دیگه به این غربی‌ها نمی‌رسیم، یه کاری کن تا من زندم صدای از این مردم در نیاد، بعد که مردم هرچی میخواد بشه بشه، دو زدم کشتنش، بعدم انقلاب مشروطه شد سه سال بعد. خامنه‌ای هم به نظرم تصمیمش بر این نیست که نه داخل حکومتش بگیر و ببند و تصویه چیزی که احتمالاً پسرش می‌خواسته بکنه اتفاق بیفته، نه تو جامعه موجی بشه که دوباره جنبش سبزی، جنبش اصلاحاتی، انقلاب ژینای چیزی بشه، دلش خواهد این قطار زنگ زده رو همون ریلای کهنه همینجوری تلک تلک همین وضع را ببره تا سرشو بذاره زمین و شر رو کم کنه از این دنیا بره. دکتر سازگارا ببین، حتی خامنه ای، یعنی میخوام بگم اینقدر در گزینشش، حالا شما اسم ترسو رو میذاری، حتی نخواست عباس آخوندی بیاد، نخواست حتی اصلا برای من تعجب، جهانگیری بیاد که جهانگیری اصلا نوکر بیته و برادرش ارتباطات وسیع با
مجتبا داره و عبدالناصر همتی رو نذاش بیاد، چون حداقل اینا میتونستن بازار گرم بکنن و یه حرفایی بزن، ولی اینا رو نه. من کاملا با شما موافقم که در مورد حقانیان پدر و پسر شاخ به شاخ شدن، یعنی در این مورد من هم خبرهای تایید شده ای دارم که پدر و پسر شاخ به شاخ. حالا من میخوام شما روی تجربت، روی گذشته، روی همه اینا، آیا خامنه ای به یک رئیس جمهوری نظامی رضایت خواهد داد؟ به سردار برقرار قالیباف، حالا درسته که قربونش برم الان شازده قوه خونه شده، اما بالاخره رو دوشش ستاره های سرداری است و توی سپاه هم تا اونجایی که من شنیدم چون پول میده محبوبیتی داره یا حمایتی ازش میشه. شما آیا واقعا فکر میکنید بین مثلا او و جلیلی، آیا جلیلی بختی خواهد داشت؟ آیا اصولا یه همچه آدمی ظرفیتش رو داره که بر اونجا بشه؟ گویی که هیچ کدوم اینا لیاقت اونو ندارن، ولی به قول عربا بالمناسبه آدم اینا رو میشونه بغل هم دیگه نگاه میکنه، چون قالیباف در انتخاباتی که با روحانی بود دور اول خیلی رأی بالایی آورد. حالا منظورم اینه روزگار عوض شده دکتر، ولی گمان روی قالیباف چیست؟ خیلی سخته گفتنش های دکتر. اولا ببینید اینی که نمیدونم طاغون رو دوششه اینا، سپاه اصلا تصور مثلا ارتش ترکیه یا ارتش مصر یا ارتش پاکستان تو منطقه خودمون میگم اصلا ازش نداشته باشیم. سپاه یه سازمانی هفت سر داره، این هفت سرش از هم جداست، بعد داخل هر کدوم از این سرا هم که میری باز یک عالمه باند و کشمکش. نوع مدیریت این مردک، این خامنه اینجوری بوده، یه چیز سپاه در واقع خودش باز یه کنسرسیوم مافیا هاست توش. یعنی اون سریش که داره تو خارج کشور با قاچاقچی ها و قرص جهادی و نمیدونم فاحشه خونه داری و نیرو قدس و لاتای اسلحه به دست منطقه کار میکنه، یه ساز میزنه. اون سرش که اطلاعات سپاه بود دست مشتباس و به خود بیت سازمان امنیت اختصاصیشون اصلا یه چیز دیگه است. اونی که تو خاتم الانبیا اصلا یه جای دیگه است. بعد اونی که توی موشکی و نمیدونم هسته‌ای و ایناست که خدا میدونه چقدر تو خریدای این خوردن و بردن و اسرارش رو دارن، اینا یه جای دیگه است. و این سر چندگانه داخل اومد هر کدومشون هم میری باز یه عالمه باند و دسته و گروه بندی هر کی گوشش گرفته داره میکشه. بنابراین اصلا تصوری نداشته باشید که آقای قالیباف که هیچی، صبح آقای سلامی خوبه فهمد کل سپاه، بیاریم بذارینش رئیس دولت. اصلا اینطوری نیست. فکر کنین او میشه پرویز مشرف مثلا، یا میشه چه میدونم جنرال سیسی، اون تو سگ میزنه گربه میرفته، هر کی یه جاشو داره میکشه میبره این سپاه. و گفتم کار به پایین ترین مراحل میرسی، شما میبینید مثلا در یه شهر کوچیک در استان فارس میبینید اون فهمد سپاهی که اونجا شهر دستشه باز خودش یه نتورکی درست کرده با امام جمعه و شورای شهر و فرمانداری و نماینده اطلاعات و دادستان و غیره، دو تا سرمایه‌دار پولدار هم دورشونن، یا اون پولدارای اینا رو عضو گرفتن یا اینا اونا رو میدون دادن بغلشون میخورن. ببینید باز خودش یه بساطی داره و خیلی اوقات تصمیمات از پایین به بالا میاد توی همون سپاه هم. برای اصلا فرق نمیکنه قالیباف میخواد پاگون رو دوشش باشه میخواد نباشه، میخواد مگه شمخانی یه موقعی سپاهی بوده؟ مگه اصلا میشه الان بهش بگی مثلا نظامیه؟ یه آلکاپونیه، یه دوزیه با یه عالمه دوزی و زد و بند و غیره. بقیهشون هم همینطور شدن آقای دکتر نوریزاده. بنابراین اینو بذاریم کنار. حالا اینی که آیا بالاخره تو کیسه مارگیری این انتخابات، این شبه انتخابات یا این باقی وحش بالاخره کدوم جونور میاد بیرون، من واقعا پیش بینی سخته. برای اینکه همونجور که عرض کردم یک به اصطلاح خامنه حداکثر اونجا که نشسته یه معدل القواست،
نشسته، این زور میاره، اون زور میاره، این تنها میکشه، اون میکشه، آخر سر خودش به قدر یه درصدی، البته هنوز مهمترین بازیگر این تناب کشی هست، بیشترین امکانات به او وصله، یکی آخر سر توی این کشمکش ها زورش بیشتر میشه، تو اون صندوق میارنش بیرون. همجور که عرض کردم تا اینجا که من دیدم بیت تو بیت اون دارادسته هایی که زور میارن دنبال قالیباف هن، اونا هم سود زدن بدو بدو بیا، ولی وقتی حقانیان رو تونستن کنار بذارن، ولی بسیج و اینا دست کم در شهر تهران دنبال زاکانی دارن، امکانات اونا رو استفاده میکنن. چی آخر سر در بیاد نمیدونم، واقعا سخت. باید یه شاید هفته دیگه که خدمتون باشیم از روی ترندایی که توی این محافل قارت و قدرت کشور هست شاید بهتر بشه پیش بینی کرد که بالاخره زور کی رسیده که بیاد این صندلی رو بگیره و بره بشینه رئیس دولت. ولی اون چیزی که آقای دکتر باز میشه تاکید کرد برش این است که دولت در نهایت ناتوانیه، بی لیاقت ترین آدما الان در منصب وزارت خونه ها نشستن، دولت ناتوان و واقعا نادانی نشسته با یک کوه مشکل تو کشور و مملکت داره مثل شمع آب میشه و اونی هم که بشه رئیس دولت که هیچ کار هست. یعنی دیدیم گنده تراش که میگم 20 میلیون رای پشتشون بود نتونستن، هاشمی حتی دور دومش خامنه ای یواش یواش دست و پاشو بست و با همه قلدریش که ولی نعمت خامنه ای هم بود خودش میگفت دیگه کاری از دستم بر نمیاد، دست و پاش بسته شد یواش یواش، چه برسه بعدش دیگه خاتمی و نمیدونم احمد نژاد که خودش جزء دوزا بود و بعدم که اومد دوم در بیاره دیدیم چجوری دومشو چیدن، یا روحانی تا برسه رئیسی که وا مصیبت بود، یعنی یه آدم یسمن بلا قربانگوی هیچی که اصلا نمیفهمید چی رو میگه، چی رو امضا میکنه، با چی موافقه با چی مخالفه، و به شکل آخرین کسی در میومد که میرفت باش حرف میزد، چونش هم سر همین یسمن بودنش گذشت به نظر من که یه عده بادش کرده بودن. و الان به هر حال اون داغ اولم شما گفتین خامنه ای به نظر من این بساط دولت رئیسی که مغضوب واقع شدن رئیسشون زدن کشتن، این دولت هم اونایشون که زیاد پس رئیسی سینه زدن هیچ شانسی ندارن، اینا را مشمول انتقام میشن و از صحنه بیرونشون خواهند کرد. بنابراین این با وحش انتخابات باید نگاه کنیم حالا به طور پیش میره، ولی واقعا کاره کار این شود از شر این نظام خلاص شد و بشود که ساختار نظام رو، یعنی ساختار حکومت بالکل عوض بشه، نه ولایت فقیه باشه، نه متمرکزی باشه، نه یه رهبر غیر انتخابی مادام العمر اونجا باشه، یه نظام دموکراتی. دکتر من دو نکته رو اشاره بکنم، خب انشالله هفته آینده این فرصت خواهد بود، ولی یه چیزی که به نظر من میرسه چقدر زود چون کشتنش خاطره رئیسی رو دارن پاک میکنن، این اصلا عجیبه وقتی من نگاه میکنم که نه او همچه آدم وجود نداشته، خیلی همون کاری که با موسوی کردن به نوع دیگه، موسوی رو چون باش غرق کردن، ولی این آدم که مثلا نور چشمش بود اصلا تموم شد، شهید خدمت و خلاص، انگار نه انگار. من یادم زمانی که شما بودید ایران مرحوم رجایی رو کشتن یا با هنر رو، خب مدت ها راجبشون حرف زده می شد، سخنرانی بود، مجلس بود، در حال ممنونم از دکتر سازگارا، خدا رو شکر که قطع نشدیم، بنده تونستم در باشم و با هم گپ و گفتی داشته باشیم. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته بود. علیرضا نوری‌زاده به اتفاق دوست عزیزم دکتر محسن سازگارا عضو شورای گذار
و تحلیلگر عالی تا دیدار بعدی در خدمت شما خواهیم بود در پناه پروردگار عاشق. Thank you.